برای گفتگوی بیشتر در مورد همراه میشیم با رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از کالیفرنیا با ما همراه شد. آقای گوهرزاد، ارزیابی شما در مورد این نامه اسماعیل قاآنی به فرمانده نظامی حماس چه است و مواردی که در این نامه بهش اشاره شده؟ درود من هم بر شما و سپاس از دعوت به برنامه. آقای قاآنی همانند دیگر نظامیان تلاش داره اون چی رو که قاسم سلیمانی پایه‌گذاری کرده گسترش بده و این جنگ حماس رو با اسرائیل به جنگ فلسطین و یا جنگ اسلام با یهود تبدیل کنه و این در جامعه خریدار نخواهد داشت. آقای قاآنی تلاش داره این چیزی رو که دارن از نظر ایدئولوژی از دست میدن و اون پیروزی حماس هست بتونه به امضا بگیره و بخره و تمام تلاششون با نیروهای نیابتی این هستش که پای آمریکا رو به این جنگ با نیروهای نیابتی باز کنن و در اونجا هست که برای خودشون نوعی از مشروعیت بخرن. واقعیت این هستش که نه آقای قاآنی نه قاسم سلیمانی که جان خودش رو از دست داده هرگز اینها به فکر ملت ایران و ملت فلسطین نیستن. شما سخنان آقای ابراهیم رئیسی رو هنگامی که با رهبران کشورهای مسلمان و رهبران کشورهای عرب در جمعه گذشته در شنبه گذشته شرکت کرده بود شنیدین، اونها اصلا در اندیشه نجات مردم و راه حل دو کشور نیستن. حماس ساخت پرداخته هر کدوم از اینها اسرائیل و ایران میتونه باشه ولی پرورش یافته هر دوی اینهاست. حماس روی سکه بعد جمهوری اسلامی است در منطقه و این جنایت جنگی که همکنون داره رخ میده چه از روی حماس و چه از روی سوی اسرائیل روزگاری در پس از پایان این جنگ پاسخگو باید باشن و در دادگاه‌های بین‌المللی پاسخگوی کشتار غیر نظامیان باشن. این که گفته میشه ما این عددها رو قبول نداریم اتفاقا درسته، عددها بالاتر از این حرفاست. زیر این انبوهی از بمباران هنوز شمار 6-7000 نفر انسان ناپدید شده هست. اون 6000 نفر اگر از اونجا بیان بیرون شمار کشته شدگان رو حتما باید به 17000 نفر رساند. سازمان‌های بین‌المللی کودکان نشان میدن و که رو کشته شدن بیش از 4000 کودک در فقط در همون ماه اول جنگ نشون دهنده این است که به هیچ کس رحم نشده و روزگاری جنایتکاران جنگی باید پاسخگوی این حرکت خودشون باشن. جهان به این مسئله قضاوت خواهد کرد. خب آقای گوهرزاد، اسماعیل قاآنی در این نامه در بخش از این نامه اشاره میکنه که حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر و کشتن غیر نظامیان ابتکار و نوآوری هست. واقعا کشتن غیر نظامیان میشه گفت ابتکار؟ از نگاه این آدم کشا همه چیز ابتکاره. یعنی حماس ترور میکنه، نقشه میکشه، آقای خامنه ای میگه که ما اصلا در جریان نبودیم، در حالی که همواره اینا گفتگو داشتن با خالد مشعل و اسماعیل هنیه، با هر دوی اینها گفتگو داشتن، اطلاع میدن که ما آگاهی نداشتیم. ممکن است از نوع نقشه، اینکه چگونه با گلایدرها پرواز کنن وارد شن، چگونه برن اون منطقه ای رو که یکی از منطقه های آرام و کسانی هستن که در کیبوتس ها زندگی میکردن، اونهایی که مطالعه جامعه شناسی بر اسرائیل دارن میدانن که کسانی که در کیبوتس ها زندگی میکنن نوعی از زندگی مشارکتی و سوسیالیستی رو دارن. یعنی اینها کسانی نیستن که حادثه آفرین و اتفاقا حماس اون نگاه ضد یهود خودش رو در همینجا پیاده میکنه. من همواره گفتم حماس مانند یک ماری است که اسرائیل 20 سال فرصت داد که در آستین خودش پرورده بشه. چرا اسرائیل جلوی کمک قطر به حماس رو نگرفت؟ چرا اجازه داد چمدان چمدان پول بیاد و اینها زندگی جوانان و کودکان رو فلج بکنن؟ برای اینکه میتوانست روزی برای کشورگشایی از اون استفاده کنه. بسیار متشکرم از شما رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که با ما همراه بودید.